Knock, knock. Who's there? Your nightmare. درود به همگی گایز به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. حالتون چطور؟ امیدوارم روز خوبی رو بودت داشته باشی. اومدیم با کلی انرژی مثبت با مصاحبه های مردم. بچه جدیدن ها که نه 6-7 ماه کلا مصاحبه مردمی خیلی ما شد. قدیم تو خارج بوده که 80%شون فیک بوده. الان تو ایرانه که 80%شون فیک. ولی بعضیشون هم واقعیه. کاملا راحت تشخیص واقعی از غیر واقعیش. ما امروز نمیدیم واقعی از غیر واقعی رو تشخیص بدیم. ما امروز اومدیم فقط مصاحبه مردمی رو ببینیم. من خودم بعضیاشو تو اینترنت یعنی تو اینستا دیدم، ولی اینایی که این توئه رو قطعا ندیدم دیگه، چون اینا که مثلا درست میکنن وقتی میفرستن خودشون چک میکنن. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. لایک کامنت سابتون رو اگه دوست داشتید، اگرم دوست نداشتید فدای سرتون به جفت تخمای زیبایتان. زندگیتون پر از عشق. لتس گو. ادی جون بیا دردت زشت پوتی جون بیا سرت رو شونم. بعدش هم اگه دوست داشتی میتونی بری تو کوه. این پرچم چه کشوریه؟ نه آبادان. این واقعی ها یعنی جامائیکا بود. اصلا نتونست جلو خندش رو بگیری. یه سوتی چند ویدیو پیش دادم، یکی گفته ایکیو مسخره کردم. یه پسره اومد تو دایرکت فول واسه من ایکیو رو توضیح داد. ایکیو اصلا و آیکیو نیست، ایکیو هم وجود داره. ایموشنال نمیدونم چی چه. عذر میخوام از اون شخصی که من گفت ایکیو مسخره شد. مسخره منم. دوست دارم. اگه یه روز تطلو بیاد خواستگاریتون باش ازدواج می‌کنین؟ خب بی شوهری چیکار کنم؟ آره میشناسمش. غلط کردی آجی، غلط کردی. نه چرا؟ چون حس میکنم بابای خوبی واسه بچه هم میشه. به نظر چه دخترهایی چندشن؟ آقا بذار منم این سوال رو جواب بدم. چه دختری چه؟ هیچ کدوم، همه عشقن. به خدا تو خرا خیلی لطیف پسرا سیم با تو کامنت میبندن تو لطیف هنده یا اصلا نداری دختر مگه چندش میشه؟ هیچ دختری چندش نیست، فقط دهلق نباشه چندش. دختری که مثلا بخواد لاتی حرف بزنه نمیدونم داداش فلانه برنامه خیلی باحاله که آجی من عاشق دخترم که لاتی حرف میزنه. نه قشنگ اسم کوی داداش بزنه بقام نظرم هم چندش هم کنسل. نباید ادایی که مثلا پسرا در میارن در بیاره توی الفاظش. شما اگه با خود رل بزنیم سر چی کات میکنی؟ من اگه با تو رل بزنم من سر کفشا خیلی دیگه هنوز کتوری زرنگی میپوشن. چیزی کم ندارم که بخوام با خودم کات کنم، همه چیم اوکی. پسر خوش تیپی من هنوز از قرار نیست اعتماد به نفس بعدن هم خوش تیپ بودم. با شما دوست داری همسر آیندهتون چه ویژگیهایی داشته باشه؟ خب اول که از لحاظ ظاهری باید یه ویژگی قبول دارم باید خوب باشه، قدش بلند باشه. قبول ندارم یعنی چی قدش بلند باشه؟ هم قد من باشه اوکیه دیگه، من دور میشم. بچه من 1.72 هم خوبه آجی، قد من خدایش قد من خوبه. ولی در نظر بگیر آقا ببین اصلا یه نسبتی داریم خانم ناکن، این قد بلنده و این قد کوتاست. این نسبت رو در نظر داشته باش. کلن کنسله؟ کلن کنسل. چرا؟ بانمت بعد ویژگی بدنی یعنی شیشتیکه هادی چوبان ترجیح. بابا اصل به اون ایربگه که بیفته دو گودی کبر به خدا مرد باید شیشم داشته باشه یه ذره. بیا بوده که اینقدر توجیه میاری داداش، من میخوای بری خواستگاری طرف، زن داری تو، حالا کنسلت کرد دیگه قبول کن. چه جوری بدون هزینه یه پسر رو خیلی خوشحال کنیم؟ بدون هزینه با نگیر خب خیلی کار میشه. آرس کو چه کاری؟ واسه شفاهیم عاشقانه. مرسی فکر بری خونهش آفری و خونهش تمیز کنی. چی پشمام اینجوری تو ایران میگن، ولی چقدر خوبه بری خونهش تمیز کنی. حالت گارسون باشه نه ربطی نداره، حس خیلی خوبیه. آقا یه چالش داریم، 3 تا وزنه داریم، 30 کیلو 20 کیلو. این عمره این وسطی رو به زور بالا میکنه. میخوام ببینیم که با 30 کیلو چند تا جلو بازو. 30 کیلو اگه بلند کرد من اصلا این دفعه به من فوش بده. اگه این 30 کیلو رو یه دونه زد من کونیم ویدیتورم هم کونیم. او چیکار ما داری واسن خودت مایه بذار نامرد. نه با این یکر نزنی جان مادرت نزنی. وای ادی شانسو بردیم. نزن بذار زمین، بذار زمین، برو بعدی. وای ادی جون اینو گفتم بیتون. دختره یه جوری مسخره میکنه تو خودت اون 10 کیلو هم بیتون سه همه جو داره میکنه که بالا. با پسر که درآمد ماهیانش 10 میلیون تومان باشه ازدواج کنی؟ آره. چرا؟ چون اون پولیه که خودش ارزا داشته در بوده، بعدش هم چیزی کم باشه میریم دزدی خلاص. بابا اینو بفرستید کانادا. مرسی آجی. این دختری که همه پسرها میخوان بریم دزدی. بوس خواهری آقا من که زن دارم از ما گذشت.
تو رابطه این درسته؟ بله. بعد شما دوست پسر دارید؟ حالا به غیر از دوست پسرتون جاست فرند هم دارین؟ آره زیاد. دیدم تو خودت دوست عادیه. شما زنگ بزن به یکی از دوستای ببخشید خودت یعنی فکریت پسران بگو که من از ایشون جدا شدم. اوکی ببین ریاکشنش چیه. همین من جا پسر بودم همین الان ولش می‌کردم. نه خب شما این چالشو گرفتید. البته اگه پسر دوست داشته باشه ندیه کمرشه. زنگ بزن امیرعلی. زنگ بزن فیک تابلوش فیک. نه آقا جون امیرعلی امیرعلی میگی اگه نمیگی دوست عادی آقا امیرعلی تو بگیر دیگه دوست عادی تو مرسی موجه اشکالی داره دارم خب فرقی نمی کنه امیرعلی رو بشه. سلام سلام میگم که این دو سه روزه هستی ببینیم همه من با ارشیا کات کردم گفتم حالا یه صحبت بکنیم با هم. چرا سرچی کات کردیم؟ کات کردیم دیگه داستان شد. الان کجایی؟ من الان که نمیتونم فردا ببینیم همه بهتر اصلا کات کردیم اصلا نه لیاقتت رو داشتن الو الو من خودم جز به کسایی هم که میگم و اصلا عمرن چرت و پرت دوست عادی ولی خیلی از دخترها ناراحت میشن. یه روزی تو خفاتون خودتون دوست عادیاتون امتحان کنید با همین روش. اصلا اگه یه دونهشون گفت نه به شرطی که یارو مجرد بشه یه دونهشون گفت نه به من دایرکت رو بفرسته ثابت کنید من عقیده عوض میشه. چند وقت با هم تو رابطه این؟ حدودا یه 5 سالی میشه. پایدار باشه. بعد از ازدواج چند تا دوست دارین بچه داشته باشین؟ یه دونه کافیه. والا من بچه که خیلی دوست دارم ولی یه دونهش به نظرم کافیه. دوست داری ولی یه دونه به نظرت کافیه؟ یه دونه. آره یه دونه. بچه شما چی؟ ولی من دوست دارم دو تا بچه داشته باشم. خودم اوکی. بچه چه خبره بابا؟ نمیشه نگرش داشت یه دونه کافیه. خوبه. یه جوری میگه انگار این قرار پوش اگه بس کنه. والا که تو میری سر کار نون رو میرسونی دیگه بقیه‌اش خانوم. که یه دختر یه پسر. آفرین. بابا یه دونه‌ش هم سخته چه برسه به دو تا. یه جوری تو هرس می‌خوری انگار قرار تو پدرشون بشی. زنگ بزن به دوست پسرت بگو تو این تایمی که ما با هم دیگه دوست بودیم من به تست داشتم. جانم سلام چطوری؟ سلام چطوری؟ قربونت ماتی من خواستم یه چیزی بهت بگم. کجایی؟ دانشگاه موبینا. جان عاشق شدم. کی؟ ببین یه دختر خواهشی همین بوده میشونم دیگه همین الان داره برعکس شد. چند وقته؟ این کافه ببین زن زندگیمو پیدا کرده. چقدر خفن واقعا واسهت خوشحالم. حالا بیا بیارمش ببینی اسمش چله باش. منم بیرونم. خوش باش. فکر نمی‌کردم از کسی خوشت بیاد. چند وقت بود تو ذهنم بودی؟ خب مثلا اینکه با کسی دیگه می‌خوای اوکی شی. آهوی منو کردن شکاره. نظرم ولی عوض نشد آقا. این فکر بود. همون دایرکتو بفرستید به واسه آورد. من تولید کننده لباس بودم و پخش لباس داشتم اما الان در حال حاضر شاگرد لباس فروشی هستم. چی باعث شد که اتفاق بیفته و فکر میکنین اگه برگردین عقب چی رو بیشتر بهش توجه میکنین که همچنان؟ بعضی از آدمای که سنشون بالاست جوونا رو دست کم میگیرن. مثلا ایده هایی که جوونا دارن رو اصلا گوش نمیدن. چرا باشن تو صحبتش بود با منیجر. در صورتی که اکثر آدمای موفق کتاباشونو بخونید همه دارن میگن سعی کنید دورتون رو پر از تینیجر کنید چون واقعا اینا افرادی هستن که ارزشو دارن ولی ندارن. یعنی دورتون رو پر از اونا کنید که از ایده های اونا با کمک خودشون و کمک کردن به اون استفاده. قطعا هم اگه در دو سه نفر سمپای نصیحت میگیره مسیر خودتون باقی بمونه. من تجربه که بهم ثابت شد این بود که با هیچ کس آدم نباید زیادی یک رنگ باشه و صاف و ساده بره. چرا؟ همه سوء استفاده از آدم میکنن طوری که اصلا نمیشه باور کنه. من درس با یکی کار میکردم تولید لباس داشتیم با 3 تا چرخ شروع کردیم بعد شد 10 تا چرخ بعد من رفتم که کارخونه بزنم اما متاسفانش طرفمون شریکمون کلا برداره. شریک اگه خوب بود خدا هم داشت. اینا هیچ فخیاتون نه. پسر چه شغلی داشته باشه کنسله. استاد دانشگاه باشه، دکتر باشه و تئاتری باشه. خانم دوز میزنه. اگر شما پیش عشقت باشی، اسرائیل بیاد سراغتون، خودتو ببر یا عشقتو؟ من جدیدن دیدم همه میگن خودمو ببره ولی من به خاطر اینکه یه تو دهنی به این خانوما بزنم میگم عشقتو ببر. خانوما همه دوست دارن. الان خانم خوب هستین؟ مرسی شما خوبین؟
میتونم یه چالش باهاتون بگیرم؟ اوکی. به نظر شما چه پسری کنسل؟ فیکه. پسری که بچه نداشته کلا کنسله، هدف نداشته باشه کنسله. بچه نه رو نیستم ولی هر اونی که 100% کنسله. دونگ کافه بخواد کنسله. و دیگه دونگ کافه بخواد چرا کنسله؟ پسری که پرد سوار باشه کنسله. پسری که باشگاهی باشه کلا کنسله. پسری که حواله باشه 100% کنسله. و پسری که کلا دختر خاله داشته باشه. اون کل جامعه رو داره کنسل میکنه. هیچ چشم نیست. یه چیزی رو بگید که باید رایگان بود ولی نیست. عشق. بابا دهن تو سرویس. چقدر قشنگ گفت. به نظرت سن ازدواج چند سالگیه؟ واسه من همین الان هست. برای دخترا فکر کنم 35 سالگی پسرام. بعد آب چی اون دیگه؟ اون دیگه زید 35. اگه پول برات مثلا نبود تو ایران میموندی؟ مهم نبود ننه. میرفتی؟ آره سر درست. کجا میرفتی؟ کانادا رو دوست دارم. اصلا اشتباه محض عزیزم. برو دبی. برو هلند، برو اسپانیا. اشتباه محض. برو آمریکا، کانادا. چه حرفی تا حالا پدر مادرت بهت زدن که قلبتو شکونده؟ اینجا کاش بدانه نمیدونم. متولد چندی؟ من 84. 84 تو چی استعداد داری؟ من میخونم. الان میتونی برامون بخونی؟ اوکیه، ولی اگه اجازه بدین از تطلعه بخونم یه دونه به امید آزادیش. بحبه. ما که این حرفا رو نداریم، تو چقدر ناز داری؟ ما شاه و بی بی بودیم، چیکار سرباز داریم؟ ما که دلمون و پایه هرچی دلت خواست دادیم، پاس دادیم. سیبا بود، به امید آزادی امیر تطلع. اومدی لمیز چیکار کنی؟ لمیز رو خوشگل کنم با زیباییم. ولی دیگه این نسل همینقدر پوچ کل دنیا. خب میام بیرون دیگه دو تا جنس مخالف با اینو تا این حرفشو قبول نداشتم. ولی بریم ببینیم ادامه‌اش چقدر مربوط شه به این جمله. مال تو میگشتم شت. یه افطاری بکنیم، یه چیز کیکی بزنیم، دو تا شماره‌ای بگیریم. همین حسام دو دختر بازی کاری نداره. بیکاریم اومدیم قهوه بخوریم. قهوه‌ت کو؟ دوست داری ببینیش؟ آره اینو دیدم، این تیکه رو دیدم. بوزنتش الان دختره. نکست. بعد رفاقت دخترها میشه بیشتر حساب کرد یا پسرها؟ این خیلی خوشا 100% دخترها. چرا؟ ما دختر جونمونم واسه هم دیگه میدیم اگه رفاقتمون واقعی بشه. بکر روسای دخترت زنگ بزن. ما قبول ندارم اینو. ببخشید استاپ کردم. بذار تموم شه. این قضیه رو با ما ثابتش کن. حل. پول بخوام خوبه؟ چقدر میخوای بگیری؟ 50 من. به نظرت میده؟ احتمالاً ما بده. الو سلام، چطوری؟ خوبی؟ رومینا توی دردسر خیلی 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 بدی افتادم. شدیداً تا فردا صبح به پول احتیاج دارم. نمیخوام به بابام بگم. تو میتونی کمکم کنی؟ چقدره؟ یه 50 تومنی لازم دارم. میلیون؟ حالا... آره، یا خودت یا مانی یه کاریش میتونی برا من بکنی تو رو خدا؟ من حالا تا نزدیک یه ماه هم شده بهت برش میگردونم. تصادف کردم، نمیدونم بعد چی کارش کنم. ای خواهی به شرم بده. ببین یه چیزی، من چند تا تیکی طلا دارم. من دارم 50 تومن بشه یا نه؟ میخوای فردا با من بری؟ نمیدونم. یعنی طلاها تو به خاطر من میفروشی؟ عاشقتم، چالش بود. تو خیامونم عاشقتم. من واقعا حرفی ندارم دیگه. پشمام هاچی؟ اگه واقعی بود که پشمام. ولی بعضی از دخترها در عین ناماوری ناباوری، بعضی ها، نه همشون، اوج یه قضیه یه جوری درت میذارن پشمات بریزه. نه همشون، بعضی هاشون و همین چنین پسرها. خب گایز، دم تک تکتون گرم. دوستتون دارم یه دنیا. لایک کامنت ساب کنید اگه دوست داشتید. دوست داشتید فدای سرتون. چقدر جالب بودن مسابقه مردمی. بعد طرفدار مسابقه مردمی نبودم هیچ وقت. ولی خیلی قشنگ بودن. بعضیاشون به شدت باحال بود. غمگین‌ترینش اون پسره بود که پدر مادرشون حرفو بهشون زدن. ما همیشه تو ویدیومون حرف از احترام به پدر مادره که قطعا واجبه. پدر مادرام رعایت کنید. خودش هر حرفی نباید به بچه بزنه. کوچکترین حرفا تو دل بچه میمونه. اونم تو اون سن. نسبت به سنمون خداییش زیادی به گاه رفتیم. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید.
گود بای. Ha 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 ha.